بازرگانی در جنوب چین بحث داغی پیرامون استانداردهای مواد غذایی در این کشور به راه انداخت. چندی پیش رسانه‌های حکومتی خبری حاکی از فروش دانه‌های تقلبی فلفل در استان گواندون را پخش کردند. این دانه‌ها شکننده بوده و در آب حل می‌شدند. پس از بررسی‌های دقیق‌تر یک فروشنده مشخص شد که این دانه‌ها از گل و لجن ساخته شده بودند. هنگامی که گزارشگری از این بازرگان در این خصوص سوال کرد، با این پاسخ مواجه شد: اینها سمی نیستند. هیچ کس از خوردن آنها نمی‌میرد. چیزی برای ترسیدن وجود ندارد. در پی این گفته بازرگان، موجی از پیام‌های اینترنتی به راه افتاد. بسیاری از مردم به کنایه این بازرگان را با اخلاق نامیدند، چرا که این زن آنقدر مهربان بود که غذای کشنده به مردم نداده بود. همچنین برخی اظهار نظرهای منطقی تری ارائه داده و بیان کردند که چنین رفتاری نشان دهنده پایین بودن استانداردهای غذایی در چین است. در سالهای اخیر مقادیر بسیار زیادی مواد غذایی مسموم در چین کشف شده است. موارد بسیاری نظیر گوشت خوک که با داشتن مواد شیمیایی خاصی برای مصرف کننده ها بسیار مضر می باشد.